سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ من امین اینفرنو هستم و خیلی خوش اومدید به ویدیو امروز. آقا دیروز وایس لایو بود، اصلا انگار نه انگار، یعنی این که خودم میشینم باهاتون صحبت میکنم یه طرفه. بچه آقا میخوام بهتون بگم چطور 100% وان شات کنید، یعنی با اچس داخل سیزن جدید هر کی اومد بیشتر از یه تیر نزن، یعنی بیشتر از یه تیر زدی بیا ویدیو رو دیگه نبین. شوخی میگم آقا، ولی بچه‌ها رنجای طبیعی، یعنی ناکن هر کی بیاد قشنگ یه تیر، چه هیپ فایر چه ADS هیچ فرقی نداره، یا اون یه تیر بزن بگو بابا بنازم بابا باریکلا تمام وان شات. آقا این کریتر رو زدیم، کریت سراف، چون یه مقدار کریتش متفاوته، دوست داشتم ویدیوشو براتون بذارم چون کریتش انگار دونه دونه از فرق داره با کریتای بقیه. ویدیو اینو ببینیم بریم سر اصل مطلب. اصل مطلب یه اتچمنت بهتون میخوام بدم، میخوام بهتون بگم چه پرکای بزنید، اصلا تنظیمات اختصاصی خود شاتگان رو بهتون بگم که چیکار کنید که دیگه نخواهید دنبال پرک و اینا بگردید. همه چی رو میخوام بهتون اوکی کنم، درباره سنسا هم باهاتون صحبت کردم. ویدیو تا آخر ببینید. بچا کلی بازی کردم، حالا بریم این کریتو با هم بزنیم و بیام ببینم چه خبره. خب اشخای داشتم این آقا یه وینگ سویت داره، ببین اینجوری مثلا الان 20 تا من میزنم میره واسه دور 4 تا 20 دور، مثلا گفته اگه تا 20 دور بزنی این جایزای بالا هم میده، جایزا زیاد به درد نمیخورن. یه کریت دیگه اینجوری بود، جایزش یکی شاتگان اچس اپیک بود ولی به درد نمیخوره. امیدوارم رو 7 8 می بده داشم این که ما هم بریم دنبال کاروبارمون و یه 100 جابجا بکنیم. اینوایت می اینوایت نداریم فعلا، اینوایت تو به من داشم این اعصاب مصاب کنسل منسل نمیدونم بچا چقدر خرج سی پیش میشه، حساب کنید برام بنویسید داخل کامنت ها. اول البته نگاه کن رفتم خدایی بازی کردم تحقیق کردم، البته اینی که دارم براتون میذارم بچا اولین مچ کاستوممه، یعنی میشه دومین مچ سیزن جه. این سیزن کلا نگاه کن مال داش همین و سیستوقیانه، یعنی قبلا هر وقت میام میگم بچا این سیزن ما هیچ کی باورش نمیشه. امین تو با سیزن جدید اومد گفتی این سیزن آقا میرسه ناموسن میرسه خدای. بچا این تنظیمات اوکی کنید روی شاتگاناتون، حتما حتما وان شات میکنه، یعنی مثلا دیگه رنج مگه این که خیلی فیلم هندی باشه، میدونی مثلا خیلی دور باشه که وان شات نکنه. اینم سراف داشمین. آقا بریم سر گیم پلی، یه سری نکاتو بهتون میگم درباره سن درباره همه چی صحبت کردم تخصصی. اگه میخواید دوباره بازیتون اوکی بشه برگردیم ویدیو رو تا آخر ببینید که ببینیم دیگه چی به چیه. به مولا نگاه کن داداشم. خب عزیزای دلم، آقا بچه ها ببینید، اول اینکه تنوع گانای بتل رویال خیلی زیاد شده، کم نشده. نگاه کن قبلا مثلا بیوایو برش میداشتن به جاش مثلا یه گان دیگه میوردن، میدونی چی میگم؟ قبلا یه گان بر میداشتن یه گان دیگه میوردن، الان تقریبا من دقت نکردم گانی کمی کم و کس شده باشه، شاید گانای چرت و پرت در زمین برداشته شده. بچه گان خیلی تنوعش بالا رفته، گان آرکیم اومده، واقعا تنوع گانا زیاده. آی سی آر سی وی آر فور میتیک که خودش یه ویدیو اونو براتون میزنم، اصلا نگاه کن پشماتون بریزه. فنک روی زمینه، این آر نه این پیکیه، من بهش میگم آرکیم پیکیم. بچه خدایی قویه، یعنی سطح فنک هم که روی زمین مشاهده میکنید بازی و این گانای زمین میزانه، یعنی به نظر من اچس نباید روی زمین باشه چون اچس این سیزن خیلی قوی و واقعا باید مال دراپ باشه. بیوای اوکی ولی کاش یه کیارم هم میووردن، یعنی مثلا چون به SMG پلیرها خیلی بها دادن این سیزن. ایزول بچه ها هیفایر زیاد جالب نیست، روش حساب نکنید. دوتا گان جدیدم داریم، درباره گان هم بخوام بهتون بگم نظری ندارم، یعنی حالا نمیدونم باید لجندش بیاد اتچمنت بچینم الان کنم برم نمیدارم تا اون موقع ببینیم چی میشه. آقا بچه خلاصه من از گانای جدید راضی ام. اس وی دی اومده روی زمین، اون اسنایپر ام 21 هم مثلا هست، سیزن قبل ام 21 مثلا برش میداشتن آقا اس وی دی میورد، یعنی الان دو تاش هست روی زمین، خیلی حرکت خوبه. اسکین سراف هم میبینید خدای خوشگله. بچه دوای سنس بهتون بگم، من اواخر سیزن قبل سنسمو از 75 بردم 85. سنس من با سنس شما خیلی فرق داره بچه‌ها، هیچ کس که داره با موبایل بازی میکنه سنس من نچینه چون واقعا بازیش خراب میشه. حالا چون آلکاتراز میاد بچه‌ها قول اینو بهتون میدم یه گیم پلی 4 انگشتی با سنس اینا براتون بذارم، اصلا نگران نباشید چون الان میتونم بیام میگم آقا این سنس منو بچینید. ببین من سنسمو 10 تا کم کردم آخرای سیزن قبل، 10 تا بردم بالا دوباره الان برش کردم. مثلا سنس 75 روی واسه من خوبه بچه‌ها، سنس واقعا یه چیزیه که متغیر، یعنی اصلا من الان میتونم بیام مثلا بگم آقا این سنس مال منه، بهترین سنس بازی من با این سنس امین اینفرنو شدم، نه خیلی فرق هست بچه. شما اینو بچینید روی گوشیتون بات بات میشید، پس این کارو نکنید، با سنس خودتون بازی کنید تا من برم روی گوشی دو سه تا هاد دو سه تا مدل سنس بدم برید با هم تست کنید، اینجوری اوکی میدونید.
چون واقعا نمیخوام بازیاتون خراب بشه. یعنی الان اینم فقط ویدیو رو زدم که بهتون میگم آقا چیکار کنید 100% وان شات بشه. بچه ها بیشترش به اتچمنتی که میخوام بهتون بدم، همین اتچمنتی که اواخر چیدمش، بچه ها واقعا حقه، یعنی بیشتر مواقع بدون پرک وان شات میکنه، شاید 95-6% بدون پرک وان شات میکنه. الان بچه ها ببینید من دو تا پرک دارم، من پرکامو تیک زدم روی شات کنم، یعنی دیگه نمیدم آقا این پرکو با اون پرک جابجا بکنم، این پرکو با این پرک. بچه ها بدون پرک وان شات میکنه، با پرک 100% وان شات میکنه. اینجوری بهتون بگم بچه ها، بهتون نکن براتون میذارم یکم جلوتر که دیگه نرید مثلا دنبال پرکو اوکی کردن و داستانش، همینجوری در حال بازی کردن اگه پرک مناسب دید خودش برداره بذاره روی شاتگانتون، اگه همیشه شاتگان میزنید. گرفتید بچه؟ الان وان شات میکنم ببینید چه مرگشه. نکن لانگ برل خدای قوی، اول بازی اگه دقت کرده باشید شاتگانم فقط یه دونه لانگ برل فکر کنم آبی داشت، ولی بچه لانگ برل طلایی من مخالفم باش یکم، یه کوچولو باش مخالفم، با اینکه ببین چون اتچمنتی که بهتون میدم بچا احتمال وان شاتش خیلی بالا و خراب میکنه کارو. اگه دقت ببین لانگ برل طلای ایمو کوچیک میکنه، در عوض بهتون ریلود میده. حالا من خودم بهتون میگم اصلا نمی، اصلا واقعا نیازی نیست یاد بگیرید لانگ برل لانگ اینا کلا چیه. میدونی چی میگم؟ شما سه تا تنظیمات اوکی میکنید، همه رو وان شات میکنید، یعنی کلا اچس رو برو بکش دیگه، لوت بکن واسه خودت، خودش پرک درست رو میذاره سر شاتگان. ولی بچا اتچمنت حتما این اتچمنت رو بچینید با همین شاتگان اپیکر رو نظرم برش نداره، یه جوریه ایمش بده. حالا اگه فایل میذارید باگ بود سیزن قبل، ولی مثلا با شاتگان عادی بزنید، با اون یکی عادت نکنید، چون بعضی وقتا میدونید هیپ فایرش باگه، بعضی وقتا وان شات میکنه درد نمیخوره. بچه جان بیا پایین، یعنی هر کیو یک شات، هر کی یک شات، نه اینکه فاصله زیاد باشه دیگه دو شات، مثل قبل سه شات اینا نداریم این سیزن ها، این سیزن سیزن سطح بالا هاست. بریم جلو. بعد بودن حتی تعمیر نبود اینا وان شات بود. زدیش نه تا آجی زدیش آره داداش نه تا زدیش تموم شد رفت، ما رفتیم لابی میگه نه تا زدیش تموم دیتو میخوام پنسیلین بزنم، میگن عزیزم نه ترس یه سوزنه تموم میشه. یعنی نگاه کن داداش همی بچه ها صداشون در اومده، میگه چه بازش هرچی میزنی بازشاته ست خیلی اچس خوبی، فایرش قوی، پرکاتون رو بچه حتما تنظیمات رو اوکی کنید. اتچمنتیه که داخل ویدیو قبل زدم، خیلی تست کنید اتچمنت های مختلف با خشاب بدون خشاب، 5-6 تا ببین شات کنیم، مثلا 4 نفر میرفتیم داخل بازی. خب میگودم بچه ها شما مثلا بچینید اینا رو به من بدین من تستش میکنم، یه همچین داستانی داشتیم. اتچمنت خودم از همه بهتر بود، ولی دقیقا یعنی حتی اون تیکایی که میزنم هم بزنید که دیگه نیاز نباشه، چون بچه ها پرک اشتباهی خراب میکنه، یعنی روی رند پشما هر کی میزنم یه شات، کلا بیشتر از یک شات تیر خراب نمیکنه. شاتگان واقعا باید اینجوری باشه، اسنایپ واقعا باید یه تیر بزنه. من چی میگم؟ این قانونای بازیه. بیا پایین بیدادم. بیادب. خدا برا خونتون. چرا نینجا باگ میشه؟ ولی نینجا بردش بیشتر شده، ولی احتمال ناکن یه شات. کلا بیشتر از یه شات تیر خراب کردن میشه. بچه یه برنامه واسه ویدیو الان اومد به ذهنم، حالا واسه کپی رایتش لو نمیدم قضیه چیه، ولی بچه موقعی که اولین ویدیوشو زدم براتون میگم میخوام چی کار کنم، خیلی به کارتون میاد واقعا بچه این سیزن، یعنی به قول یکی از بچه‌ها امروز میگفت امین این سیزن یه سیزنیه که 5-6 سیزن دیگه میگه یادش بخیر اون سیزنه چقدر خوب بود. واسه همین واقعا میخوام رو سطح بازیاتون کار کنم، من مثلا واقعا برای خودم مهم نیست وان شات بشم تو بازی، بذار 1000 بار بزنم بچه ها، میدونی چی میگم؟ دوست دارم همتون لذت ببرید. بیا پایین بچه جان، بیا برو خونتون. حالا یه چند مدل ویدیو هم اوکی میکنم، آلکاتراز هم میاد، اصلا نگاه کن به به بابا بنازم بابا باریکلا، به هر کسی بیشتر از یه تیر بزنی خطا کردی. تا آخر ویدیو ببینید اتچمنت براتون میذارم و ارزم به حضورتون تنظیمات. البته واسید تا یادم نرفته اتچمنت رو بذارم، تنظیماتم چون ویدیو به آخر ویدیو حالا دیگه یکم جلوتر براتون اضافه میکنم. بچه البته یه قابلیت هم اومده، یه قابلیت خیلی خوبه، من هنوز آنش نکردم ولی الان داخل ویدیو بهتون میگم چطوری فعالش کنید و از ویدیوهای بعدی خودم ازش 100% استفاده میکنم. بچه دقت کردین که میگن آقا، میگن که نه موقع تیر زدن یهو از یه مثلا یه پله مثلا بالا میره، از یه دیوار دستشو میگیره بالا بعد طرف شما رو میزنه. آقا این مشکل حل شده دیگه چه هنگ، اصلا کلا از هیچ بلندی بالا نمیره،
مگه این که دست تو روی دکمه پرش نگه داری، اینجوری بالا میره دیگه موقع تیر زدن. اوکی حالا بذارید کامل براتون توضیح میدم داخل ویدیو، ولی بهتون گفتم کجا، امیدوارم متوجه منظورم شده باشید. اگه نشوید مشکلی نداره، حالا فردا ویدیوشو براتون میذارم که این موضوع چجوری حل شد و خیلی خوبه. یعنی موقع تیر زدن من همیشه به فنا میرفتم، همیشه، یعنی مثلا یه دیوار جلوم بود داشتم جام شات میزدم یا دست میگرفت ازش میرفت بالا. اینو ببین، در یک صورت جامپ میزنه که دستت روی دکمه جامپ نگه داری، اون موقع مثلا از یه پله میره بالا، مثلا از پنجره میره داخل. میدونی چی میگم؟ حالا بریم سراغ اتچمنت و تنظیمات. اون تنظیمات پرکی که بهتون گفتم و اینا رو اوکی کنیم. یعنی نگاه کن به مولا داداشم، وایسید اوکیش کنم. خب بچهای عزیز، من یکم هم ویتینگ دارم، وضعیت اینترنت خرابه. میریم داخل قسمت سیتینگ بیسیک. نکن کجا بیسیک میاد رو گزینه بیار مود، اینجا زده جامپ بی تی ان ساپورت. نکن آن. ببینید دکمه پرشتون اینجوریه، میبینید موقعی که نگهش داری میپره. پس ما این گزینه رو بزنیم که دیگه موقع جامپ شات زدن یو دست از یه پله نگیره بره بالا، طرف ما رو بزنه بتره کنه. گفتید این قضیه اینجوری اوکی میشه، جامپ بی تی ان ساپورت اینا. میاد داخل قسمت بی آر سیتینگز واسه شاتگانا پرکا به قول معروف مات. ببینید یه ردیف داره اسم شاتگانز، میبینید لانگ برلو، لانگ رنج و فست ایدیس، فقط این سه تا رو فعال میکنید، بقیه آفلاین. بچا میبینید یه پرک اشتباهی بیفته رو شاتگانتون دیگه وان شات نمیکنه، حالا دیگه نیازم نیست برید دنبال. هر وقت خودش لانگ برلو، لانگ رنج و فست ایدیس پیدا کنه میگیره میذاره روی شاتگانت. گرفتی این قضیه از این. اینم اتچمنت ویتینگ، یعنی نگاه کن ویتینگ های مولای سلطان، ویتینگ های نامنظم، مازل چوک، برل RTC Extended Light برل، استاک YKM، استاک خیلی بازار خیلی اوکی، یعنی واقعا حال میکنم باش. هم روخش قویه هم وان شات. این دیفالت لوک این پایینشو نذارید، ناگهان اون تیکو بزنید که اوکی بشه. لیزر 5 میلی و ریر گریپ گرانیولیت گریپ تیپ. بچه خلاصه امیدوارم لذت برده باشید، خیلی دوستتون دارم، برید تستش کنید، تیکا هم بزنید. واقعا خودم از این بعد خیلی وان شات میشم. در هر صورت آقا من خیلی دوستتون دارم، خیلی عشقید. سیزن ما یادتون نره میتره کنیم. اگه ویتینگ بذاره من دنس خدافزی رو بذارم، ما بریم کم کم دیگه. واسه ما خودتون باشید، میدم تو بچه ها. فعلا بابای.